خب این رونالدو، موضوع ویدیو من اینه که اخیرا یک جنجالی به وجود اومده مربوط به آقای رونالدو، ایرانسل، آذری جهرومی، وزیر مثلا میراث فرهنگی و گردشگری و بازی های آسیایی که در جریان خواهد بود و موضوع مثلا اینترنت و فیلترینگ و اینها که به این قضیه من خواهم پرداخت. سعی میکنم به صورت غیر سوگیرانه باشه. راستش رو بخوای الان 23 شهریور 402، من چند روز پیش این خبر رو دیدم که خود ناراحت شده، اصلا به فکر رو رفتم که در واقع به رونالدو سیم کارت ایرانی و بدون این فیلتر خواهیم داد. این حالا مرجع این مطلب کجا بوده؟ آقای شخص اسمش آقای رضا درویش که ایشون مدیر عامل پرسپولیس هست گویا، و متاسفانه فقط آلومینیوم، طرف آلومینیوم اراک هستم، بگیر نمیکنم. آقای رضا درویش گفت که با سیم کارت، حالا من فیلمش هم اینجا دارم به شما نشون خواهم داد، مخصوص هم ضبطش کردم. یکم بلندتر حرف بزن آقای درویش، صدات کمه. همینقدره. اینترنت نداری، بعضی هم برای اینکه میخوان ما رو بس سابقه کنن، بازیکنایی که باشون صحبت میکنیم که بیاریم بهشون داره میگه که بله بله مشکلاتی هست که خارجی ها نمیان، بعد یه دم میرن دنده میدن، میگن آقا اینجا نه اینترنتشون فیلتره. آها اینجا داره میگه که، این آقا داره میگه که، میگه که من با مدیر عامل ایرانسل صحبت کردم که این مال 3 روز پیشه که با مدیر عامل ایرانسل صحبت کردم و مدیر عامل ایرانسل قول داده که به تعداد بازیکن‌ها و همراه‌ها سیم کارت بدون فیلتر مثلا با به صورت نامحدود از وقتی که وارد میشن تا. خب اگر ایشون ببینید، البته نظر دلی خدا، ایشون خیرخواهانه داره مطلبو داره میگه ها، حالا به زمای متعلقاتش و عواقبش دقت نمیکنه به مطلبی که داره میگه، مطلبش خیرخواهانه است. داره میگه که آقا خب ایشون باید مدیر باشگاه پرسپولیس دیگه، دوست داره که در واقع حتی ملی هم فکر بکنی، الان شما آسپاد آسیایی خارج از ایران هم هست دیگه، در واقع موضوع فرا باشگاهی و ایناست. داره که ما مشکلی داشتیم که در واقع بازیکن خارجی مون گفتن چون اینترنتون فیلتره ما نمیایم، خیلی هم زمین میترسوندنشون. بعد داریم که من زنگ زدم به ایرانسل، شرکت ایرانسل، گفتم اینجوری هست، اونا هم گفتن باشه سیم کارت. حالا ایشو یا حقیقت داره میگه با این حالت اخ میگه کرده، به نظر برسته این مقدار صادقانه میتونه باشه، ممکنه مثلا یک شخصی مثلا همین جوری این مسئله بهش گفته باشه، اگر نه این موضوع مستلزم خیلی پیچیدگی های مثلا بخش نامه بخواد، مطلب میخواد، خودسرانه مثلا سیم کارت به کسی بدن. حالا بعضی میگن خوبه، بعضی میگن بده. نظر خودم خدمت خواهم گفت که به بازی به خارجی سیم کارت ایرانی، سیم کارت بدون فیلتر داده بشه یا خیر. اولا این که این اگر کسی این کار رو بکنه، این دقیقا توهین هست، یعنی به بازیکن خارجی، من چند روز پیش ناراحت شدم به این خاطر، به بازیکن خارجی سیم کارت بدون این فیلتر و بدون محدودیت داده بشه، از اینکه مثلا یوتیوب رو باز بکنه، مثلا رونالدو میخواسته مثلا برای عمش مثلا یه چیزی بفرسته، خب این حالا سلبریتی خفنیه، این حالا ازش شداست، مثلا همراه فلان بازیکن در فلان جا، مثلا میخواد بگی که ما میجیم بایدیم کنار مثلا رودخانه فلان در ایران مثلا یه فیلمی گرفتیم. خب خب آقا خود مردم ایران بلد نیستن از این کارا بکنن؟ یعنی اگر قرار باشه اینترنت جهانی، یعنی مثلا یوتیوب، مثلا یوتیوب بد باشه، برای همه انسان ها بد باشه. اگه برای مردم ایران مضر هست، تشخیص در واقع تشخیص دستگاه های تصمیم گیرن و مسئول این هستش که میتونه مضر باشه، بعد میتونه مضر هم باشه. حالا شما میبینید مثلا همین تلویزیون ایران اینترنشنال چقدر میسلیدینگ متا دیتا منتشر کرده، یا مثلا در اینستاگرام چیزای غیر واقعی منتشر میشه، اونا کار ندارن. در مثلا یه رسانه مثل یوتیوب که مثلا میتونه آموزشی هم باشه، اگه محدودیت داره برای مردم خودمون، یا یه استدلال مثلا امنیتی هم مثلا هست، یکی میگه آقا مثلا دسترسی پیدا میکنن از طریق پلتفرم‌های خارجی، اون شرکت ها غیره، به دیتاهای افراد در ایران که مثلا نگاه کنید دوربینش کجا. خب این که بدتره، که این که مجسمه‌شه، که حالا رونالدو نه،
مثلا فلان بازیکن خارجی مثلا همراهش از یک کشور دیگه اومده بود که مستقیم تو دیگه دسترسی هم نداری که اگه چیز بدون اینترنت سیم کارت بدون محدودیت بهش بدی و فلان، پس یه چیزی نمیشه هم برای مردم خودمون بد تشخیص داده که من بعید میدونم ایرانسل الان احتمالاً یه کسی اونجا یه کسی بوده خواسته مثلا یا دلش خوش بکنه یا ایشون داره الکی میگه یا کسی تو ایرانسل مثلا همینجوری خواسته مثلا تو شرکت نیمه خصوصی ان در واقع دیگه مثلا خواسته بگه باشه حالا اوکیه فلان، وگرنه این کشکی نیست مثلا سیم کارت بدون چیز بدون. این اصلا زشته زشته، مگه مردم ما مثلا محرم نیستن؟ پسر عمه مثلا فلان بازیکن سوئدی براش مضر نیست مثلا در ایران بره در مثلا فلان پلتفرم خارجی، برای اون مضر نیست از نظر اینکه دستگاهش ممکنه مثلا هک بشه یا مثلا منحرف بشه از نظر جامعه شناختی فلان، برای اون مضر ولی مثلا برای یک جوونی نه، مثلا یک کسی در شهر مثلا کوهکیلویه و رحمت میخواد آموزش آشپزیه مثلا فلان، نه اصلا نمیخواد آشپزی، میخواد ببینه آقا در یک کشور مثلا در مالزی مردم چجوری زندگی میکنن. خب یوتیوب مثلا یوتیوبرای مالزی نمیان تو آپارات مثل من مطلبشون رو بذارن که همون در مالزی میذارن، پس یکی در کوکیلویه بخواد بده مالزی چه شکلیه بعد بره در یوتیوب. خب اگه این مضر بعد برای اینم مضر باشه، متوجه منظورم شد؟ این در واقع یک اشکال چیز هست، در شناختی هست، اشکال استدلالی هست منطقا که مثلا معروف شد میگن استاندارد دوگانه، ولی خب همین دبل استاندارد که من فکر میکنم اینجوری نباشه. از کجا فهمیدم که فکر میکنم نباشه؟ آیه چیز آیه زرقامی که ایشون وزیر در رئیس چیزم بود، تلویزیونم بود، استاد در صدا و سیما مدیر بود، مدیر ارشد بود، الان میراث فرهنگیه، یه ویدیوی همین امروز منتشر کرد. اگر رونالدو بیاد ایران قاعدتا باید سکوی یه چیزی بگم، ایشون حالت طنز هم داره ها، حالا همه میدونن کلا حالت طنز داره، شاید رو بهش نخوره ولی خب مثل کونوردی و اینا هم میره و فلان، این بحثی که داره میگه مقدار فان هم هست و ایتا رو نصب کنه، تماس بگیره با دوستانش، فامیله، زن و بچه محلاش، همه تو کشور خودش بگه همه تون نصب کنید و خیلی خوب شالا بتونه از این سکو استفاده کنه و ارتباط رو برقرار کنه. خیلی هم دلش بخواد این کارو بکنه. خب ایشون میگه که رونالدو و غیره رونالدو ها اگه خواستن بیان برای بازی های آسیایی یا بلو بازیکن خارجی بودن، بله و ایتا و مثلا همین روبیک ها و اینایی که ما داریم مثلا نصب کنن و به فامیلاشون پیام بدن که نمیتونن، به حال برگشتن بگن چقدر خوبه اونا هم نصب کنن و غیره. این داره دوست داره طنز داره میگه، اما در واقع دیبانک کردن مسئله به ایشونه، وزیر ایشون مسئول رسمیه که داره میگه که وقتی همچیزی داره میگه، یعنی میگه نه همچی خبری نیست که واسه سیم کارت بدیم به افراد خارجی. پس آقا این موضوع به نظر میشه که رو هواست که سیم کارت بدن به آقای رونالدو. حالا این موضوع میتونه نکات مثبتی هم داشته باشه در صورت حقیقت داشتنش از نظر فنی، و خواهم گفت چرا. حالا امروز بیا آقای آذری جهرومی که افراد میشناسن جوانترین وزیر بود فکر میکنم در برهه‌ای از تاریخ که در دولت آقای روحانی وزیر ارتباطات بود، الان مثلا حالت روزنامه نگاری و همین چیزا داره، نه که روزانه نگاری میکنه، در کانال تلگرامش که من دارم اینجا بشنش وقایع آذری جهرومی، برای اینکه مشخص بشه که این رسمی است من از اینجا چک کردم، گفته که در واقع دیبانک خواسته زیر سوال ببره این تئوری آقای زرقامی رو، خب کنایه کل این موضوع رو که کنایه آذری جهرومی به زرقامی و ماجرای اینترنت بدون فیلتر رونالدو، قرار گفته که مسئولین به فکر مصیبت مردم ایران برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی باشند. حالا مشروح‌ترش من به شما نشون میدم، تلگرامش دیگه نمیشه خوند چون ریزه. خب ایشو گفته که آقای آذری جهرومی گفته که شما به جای اینکه بشینید سیم کارت بدون فیلتر به یه چیز که به نظر میرسه الان اینجوری نبوده، الان مشخصه که نمیخوان سیم کارت بدن به افراد خارجی که بتونن اونو برن در توییتر مثلا توییت بزنن که فلان، آذری جهرومی در واقع در گفته که هر خارجی که خیلی جالبه از فنی افرادی که مثلا فنی دقت میکنن، من اینو نمیدونستم راستش بخوای تا همین یک ساعت پیش که خبر دادم، گفته که هر خارجی که به ایران سفر میکند میتواند از خدمات رومینگ بهره ببرد. خب حالا در حالت رومینگ اینترنت او از طریق هر کشوری که سیم کارت بهش دادن، مثلا یک فردی
سوئدیه مثلا میاد ایران، یا مثلا بورکینافاسویی میاد ایران، سیم کارتش مال بورکینافاسوه، وقتی رومینگ میشه، خب وقتی که رومینگ میشه کلا بدون اینترنت است. خب ایشو وقت وزیر ارتباطات بود داره میگه همچین چیزی رو میگه، به نظر میرسه درست داره میگه، چون مسئول رسمی فنی کشور بوده به مدت زمان زیادی، حتی فکر کنم میخواست رئیس جمهور هم بشه ولی نشد، شاید دورهای بعد مثلا انتخابات شرکت بکنه. خب حالا اینجا نخواه بسید سیاسیشو بپردازیم. تا گفتی که وقتی تو حالت رومینگ استفاده میکنن کاربران خارجی در کشور ایران، اینترنتشون فاقد فیلتره. من اینو نمیدونستم، یعنی همین امروز فهمیدم. مثلا خیلی از گردشگرایی که مثلا زیر پل خواجو اینا میرن، اگه با سیم کارت خودشون باشن اونا اینترنتشون بدون فیلتره. ما نمیدونستیم اینو، من خودم نمیدونستم، احتمالاً در تمام مدت هم اینجوری بوده. من گفته لذا دغدغه من تو نگران فیلتر شکن پیام رسان بازیکنان مطرح فوتبال در مدت اقامت ایران نباشید. و حالا به جای آن توصیه میکنم که کسانی که مسئولیت دارن به فکر مصیبت های مردم ایران برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی باشه. حالا انگار زمان خودش نبود که همین تلگرامی که توش داره فعالیت میکنه فیلتر شد. انگار مثل یه از مریخ اومده. خودش الان تو کافت ما تلگرام مثلا اینجوری که تازه غیر قانونی هم هست تبلیغ تلگرام، ما تلگرام مراجعه کردیم به مطالب شما، خودت از در زمان خودت تلگرام فیلتر، یعنی سر آغاز تلگرام مثل جویا نمیبنده، سر آغاز بسته شدن یک پلتفرم دوست زمان فیسبوک و اینا هم بود، اما اینطور به این شکل همون زمان شما بود. اصلا اینا مخالف پهنای باند و اینا نبودن و این چیز بودن، سرعت بالا و اینا خیلی علاقه داشتن. نمیدونم حالا شاید خودشون استارتاپ دارن یا غیره، ولی به آدمای فنی بودن و جوان بودن و باحال. خیلی خوب، پس ما فهمیدیم که الان بلا تکلیف موضوع، الان یه چند روز مونده تا بازی الهلال و پرسپولیس بزید فنی فوتبال نیستم دقیق نمیدونم، نساجی و مثلا اون یکی تیم که معبود بی که شما اماراتی بی به عربستان کشور عربستان هستش. بعد رونالدو هم گویا اخیراً من در خبر دارم یک کارت زردی گرفته در تیم پرتغال که هست، و این باعث شده که بازی بعدی ملیش محروم بشه و همین باعث بشه که بره تو کمپشون بیشتر تمرین بکنه، که این متاسفانه به ضرر پرسپولیس خواهد بود. صندلی های استادیوم آزادی هم دیدم که اندکاریش تموم شده و دارن درست میکنن دیگه، آمای آبروزی نیست که از کشور عربستان توییت بزنن بگن آقا این چه وضع استادیومتون غیره. خب این بود، حالا بعد صبر بکنیم، هنوز ما نمیدونیم چی شده. بذار این مثلث درست بکنم برای پایان این ویدیو. آقا الان ما سه تا نظر داریم که هیچ کدومش اینو معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. آقا این مثلث آقای زرقامی، رضا درویش و آذری جهرومی. رضا درویش میگه که من از ایرانسل قول گرفتم برای رونالدو سیم کارت بگیریم با بسته نامحدود و بدون فیلتر. زرقامی بدون اینکه این موضوع رو رد بکنه میگه که رونالدو اینا بله و ایتا و سروش و مثلا همین آپارات و مثلا روبیکا و ایتا اینا نصب بکنن. آذری جهرومی یه چیزی گفته، به نظر میسه فقط نظرشو گفته، چون هیچ ربطی نداره به اینکه، خب اینجا زرقامی نگفته که ما سیم کارت می‌خوایم بدیم، که درشون رد کرده به نوعی، به صورت نان وربال و ضمنی رد کرده که ما نمی‌خوایم سیم کارت بدیم، به جاش اینا بیان بله استفاده بکنن. البته ایشون وزیر ارتباطات نیست، وزیر گردشگری، اما مسئولیت پیگیریه کلا مسائل مربوط به افراد توریست و گردشگر و اینا با ایشونه. خب مثلا بعضا دیده شده مثلا افرادی که مثلا به دلیل امنیتی مشکل حقوقی براشون پیش میاد، ایرانیان خارج از کشور، این فرد پیگیری میکنه به عنوان وزیر گردشگری. پس ما وجهه بله بزنیم آقا وزیر میراث فرهنگی چه کار به اینترنت داره؟ ربط داره کلا مسائل افراد خارجی در کشور ایران با وزیر گردشگری، مخصوصا که اینا ویزای چیزی میگیرن، مثلا ویزاشون فکر کنم چیزی نباشه، نمیدونم ویزای کاریه، به این فکر نکرده بودم. اینا بازیکارا میان فوتبال بازیکن ویزای چی میگن، چی میدن بهشون، به این موضوع کسی فکر کرده تا حالا؟ یا ویزای کاریه، یا ویزای تور گردشگریه، یا دیپلماتیکه، یا همچین ویزاهایی دیگه، نمیدونم، بعدا خودتون کشف بکنید این مسئولیت با خودتون. و آیا آذر جهرومی هم فقط اومده قور بزنه و تبلیغات خودشو بکنه که مسئولین به فکر مصیبت ایران برای دسترسی شبکه‌های اجتماعی باشن؟ بله چشم. و اینکه سیم کارت هم ندن، آ نکته فنیش هم ارزشمنده،
به خاطر اینکه گفته شده موضوع رومینگ و اینترنت بدون فیلتر برای افراد گویا از قدیم هم بوده. حالا از قدیم بوده، چرا صداشو دال در نمی آوردن همین بازیکن ها؟ مثلا همین الان فهمیدم آقای رضا درویش تا حالا هیچ بازیکن خارجی بهش نگفته بود این موضوع رو، که ما آقا این همه میایم اینجا میریم اینترنت رو، اصلا اگه رومینگ باشه هیچ بازیکن پرسپولیس داده به ذهنش نرسیده بود از رومینگ گوشی استفاده کنه که ببینه فیلتر داره یا نه. خیلی پیچیدگی خاصی داره این موضوع، بعد قاطی شده با اتفاقات سیاسی و تبلیغاتی بین باشگاهی و انتخاباتی مثلا احتمال آتی مجلس، و خیلی پیچیدگی خاصی داره. ولی خب نظر خودم رو گفتم که این استاندارد دوگانه یکم عجیبه، اگر اتفاق بیفته برام یه خود ناراحت کننده میتونه باشه، دلخوری آور میتونه باشه، که شما یک چیزی رو از من، یک چیزی رو از خانواده خودم دریغ بکنم به دلایل، به هر دلیلی، دلایل مثلا اجتماعی یا هر چیزی، بعد برای یه عده کسی که افرادی که اصلا خارجی یا اهمیتی ندارن، برای اونا حالا شاید استدلال اینه که آقا یوتیوب و اینا بدن، اینستاگرام و اینا، توییتر اینا بدن، پس بذار اینا هم که خارجه برای اینا بد باشه. این هم میتونه استدلال جالبی باشه، همین هم به ذهن هست. اما چون بدن برای اینا که تو خارجی هم مهم نیستن، برای اینا اوکیه، گرفتی؟ این هم استدلال. پس چهار تا اپروش میشه به این موضوع داشته باشه آدم. حالا هر کسی از جهانبینی خودش به این مسئله نگاه بکنه، ببینه که آیا دادن سیم کارت ایرانسل بدون محدودیت به ایران، به مثلا امثال آقای رونالدو و خانواده‌اش اینا، آیا خوب است یا بد و چرا؟ ندادنش خوب است یا بد و چرا؟ و این که به اینم فکر بکنید که چرا آقای رضا درویش اطلاع نداشته از این نکته‌ای که آذر جهرم میگفته، که مسئله رومینگ و اینترنت بدون فیلتر. اوکی، حالا این چند روز باید صبر کنید چه اتفاقی میفته. حالا بازی پرسپولیس در پیشه، چه اتفاقی میفته، سیم کارت میدن نمیدن و یا اتفاقات مشابه. خب فعلا همین، خدا نگهدار همگی. 14 سپتامبر سال 2023 بود، 23 شهریور 1402. هر نظر و کامنتی هم داشتید در همین آپارات یا هر جا که میبینید بنویسید. با سپاس، فعلا همگی همین. نه چیزی به ذهنم نمیرسه. نه، این که گفته ردیابی هم نکته جالبی بعدن بهش خواهم پرداخت. گفته که ردیابی خواهد شد توسط هر وقت توی رومینگ میاد از اون BTS که بهش وصل، اون دکل که بهش وصله. آیا آذر جرمی از فنی داره میگه که از خارج از کشور قابل ترک کردنه، اتفاق لاک کردن هم هست که فرد کجاست الان در حقیقت در لحظه، از طریق اون شرکت سرویس دهنده کریر آنتنش در واقع. گرفتی کجا رو دارم میگم؟ اینجا گفته که قابل دیتک کردنه. حالا بعدا یه روز مفصل بهش می‌پردازم. فعلا همه گی همین، خدا نگهدار.